میگه میخوام این کارو کنم، میگم اصلا دیگه نمیگم واسه، انقدر غیر عادیه واسه همه، چون اکثرا کارهایی که عملی میکنم و میگم کسی هم باورش نمیشه، همه خیال میکنن دارم زهر میزنم. پس بذار زهرشو بقیه بزنن، عمل ما میکنیم. حرف واسه بقیه، عمل واسه ما. پس اگه تو شاگرد کنکوری هستی که قراره 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه کار در بیاری، الان آبانیم دیگه، نه 25 اکتبر، 3 آبان. یا علی مدد، استارت کار رو از همین امروز میزنیم. یه مشاگرد غیر عادیه وحشی برای موفقیت. مگه دیگه تو این شرایط بابا بی بارا گم شو بابا تو رو قرآن. مگه تو شرایط دوره ماها رو دیده بودی؟ مگه تو شرایط زندگی ماها رو دیده بودی؟ بعد همه خیالشون راحت الان تو خم به ابرود بیاد 12 نفر بالاخا پیدا میکنی، خم به ابرود بیاد که از کمر تا میشدیم، نه ننمون نگاه میگه نه بابامون، میگم خودش با میشه خوب میشه. دیوونه ای مگه؟ با مقصه زندگی میگم رو 5 دقیقه به 6 دقیقه گریت میگیری، دیوانه ای مگه؟ خب میگم مگه خیلی همه توش ناز و نعمت الان بازوش کرد، فقط تو شرط بدی؟ به قول یکی از دوستای خیلی خفن من همیشه گفتم بازم میگم که از خفن‌ترین مشاورای این ایرانه و یه حرف خیلی ناز میزنه، میگه نمیدونم مردم ما سر بدبخت بودن مسابقه میدن. وای من این جمله رو میمیرم براش، راست میگه. هر جا میشینه میگه آقا من شرایطم سخت، منو ندیدی، من چه بدبختیم، من راست میگه همه جا سر بدبختی مسابقه است. من بدبختر از همه هم و من بیچاره تر از من خوشبختر از همه هم. چون تو رو دارم که شاگردم، چون معلمم، خدا اینقدر به من خوشگل نگاه کرده که من معلم کرده، هیچ شغل دیگه ایرم اینقدر دوستش ندارم، محال ممکنه تا آخر زندگی من معلم عربی بودن دست پیدا کنم و دست بردارم. من اینکه با لغت من از تو این کار بندازم بیرون، بارهای بار با چک زدن از پنجره میرم بیرون، از در میام تو، چی بود همین بود، از در مینداختم بیرون، از پنجره میومدم تو، موقعی که من 7-8 سال سابقه کار داشتم که 12-13 سال پیش، و اینو به همه نشون دادم که من معلم عربی میمونم تا ابد و دهر و خدمتون عارضم که عشق میکنم با خدای خودم، بچه های خودم، با شرایط خودم. همین الان که اینجا نشستم اینو بارها گفتم، همه هم اینو میدونن، من در لحظه زندگی میکنم، الان که پیش سامی هم دارم عشق میکنم و لذت میبرم از کنار سامی بودن، از کنار شما بودن و درس دادن. اینو ازت میخوام. حالا اینو به 100 نفر بگو، 90 نفر میگن یارو دیوونه است و معلم عربی بودن، مگه میدونی اصلا نمیخواد از شرایطش لذت ببره. چرا؟ چون یه خورده این عقل رو آزاد نمیکنه، یه خورده اون دیوانگی رو رها نمیکنه. بارها گفتم بازم میگم، دیوانه ها موفقن تو این زندگی، اونایی که از دید همه دیوانن، اونایی که با 6 صبح 5 صبح خواب پا شدن حال میکنن، اونایی که با یه هوا یه رگه بارون میزنه روحشون، با یه ورزش خوب کردن، با یه غذای خوب خوردن، با یه درس خوب دادن، با یه دوره همه خوب بودن، با یه قهوه خوشمزه حالشون خوب میشه. میخوام این دیوانگی رو شیفتش بدی تو درس خوندن. روانی میخوام، من شاگرد عجیب غریب میخوام. بسم الله من استارت درسو میزنم دورمون. آها یه چیز دیگه هم من بگم، خیلی پرحرفی کردم امروز، باز اینا بگم. کلاسمون 1 شروع میشه، کلاس بعدیم 3:30. هی تکرار نکن کلاسمون 1 تا 2:30، 1 تا 1:25، 1 تا 2:25، 1 تا 3. من تشخیص میدم کلاس کی تموم میشه، ولی از 2:30 ممکنه تموم شه تا 3:15. اینو گفتم جهت اطلاعات بدونی. کلاس ما ممکنه هر روز از 1 ساعت و نیمش بیشتر کلاس داشته باشیم. 1:15، نیم ساعت، 45 دقیقه. بسم الله. اینو گفتم الان آمار چتمون بازه الان. نوکرم. ببن بچه ها، من ببخش، من اصلا نهیدم چتمون بازه. چتو ببن. نوکرم. خیلی مخلصیم، عزیزای دلید، منم دوستتون دارم، قد جونم. استارتو میزنیم با هم، میریم جلو. بسم الله یا علی مدد. بچه های انسانی میدونم بارها هم صحبت کردیم، حواسمون جمع باشه. بچه های انسانی ما میدونن که سوالای ما
20 تا سوال اختصاصی عربی داریم، خارج از اون ماجرایی که هنوز کسی ازش خبر نداره. سوالای عمومی قراره چه جوری داده شه؟ مگه سوال عمومی داریم؟ آره، همون آزمون امتحان نهایی تو. بارهای بار به این نتیجه رسیدیم که قراره این امتحان تشریحی نباشه، اسمش تشریحیه ولی تشریحی تستیه، به این شکل گزینه‌ای میدن به دلیل اینکه بارهای بار گفتن، اول گفتن 20 نمره صلاح نیست، یه بار من واسه بچه‌ی آبانم تکرار کنم اینو، گفتن 20 نمره نیست 100